سلام به ویژه برنامه 16 همه عمل روز تعیین سرنوشت توسط مردم افغانستان خوش آمدین امروز میلیون ها شهروند افغانستان از خانه هایشان بیرون خواهند شد و پای صندوق های رای میرند تا زعیم آینده اشان را تعیین بکنند میلیون ها افغان از افت صبح امروز درست یک ساعت پیش از خانه ها بر آمدن و حالا هم در اوزه ها و مراکز رایدهی تجمع زیاد دیده میشه به خاطر ریختن رایشان به صندوق ها. و اینجا ما در تلویزیون یک با ویژه برنامه های از همین حالا تا دوازده شب با شما خواهیم بود با گزارش ها و رویدادهای مهم انتخاباتی از سراسر افغانستان و شهر کابل و همچنان برنامه ها و مصاحبه های ویژه در این مورد و حالا هم در نخستین بحث ما آقای دکتر احمد سیر محجور جامعه شناس با ما هستند و روی نظام انتخاباتی افغانستان و نقاط منفی و مثبت آن با هم بحث خواهیم داشت جناب دکتر صاحب خوش آمدین به بحث ما تشکر از شما اجازه بدین در نخست بستگی معلوماتی در همین مورد را تماشا بکنید. هر کشور با توجه به نیازمندی هایشان نظام انتخاباتیشان را در چوکات قانون معین می کنند اما در سراسر جهان بیشتر این سه نظام انتخاباتی کاربرد دارد نظام انتخاباتی اکثریتی نظام است که برنده با به دست آوردن اکثریت آرا تعیین می شود نظام رای واحد غیر قابل انتقال یا SNTV ان به صورت عموم از زیر مجموعه های نظام اکثریتی است <applause> نظام تناسبی یا پی آر در این نظام بیشتر احزاب نامزد می شوند تا نامزدان مستقل <applause> نظام مختلط یا مکس این نظام در واقع ترکیب از نظام اکثریتی و نظام تناسبی است و کشورها با در نظر داشت شرایط جامعه اگر یکی از این نظام های اشاره شده در بالا به تنهایی موثر نباشد از نظام مختلط یا مکس استفاده می کنند قانون انتخابات افغانستان اما نظام اکثریتی را پذیرفته است نظامی که نامزد در رای بیشترین رای پیروز میدان است در بند سوم ماده ششم قانون انتخابات افغانستان آمده است که هر رای دهنده در انتخابات دارای حق یک رای بوده که می تواند آن را به گونه مستقیم برای نامزد مورد نظر خود استعمال نماید طرفداران نظام انتخاباتی می گویند نظام انتخاباتی رای واحد غیر قابل بازگشت یا SNTV دارای این خوبی هاست از لحاظ تکنیکی بسیار ساده و بسید است یعنی هر رای دهنده یک رای داشته و به یک نامزد شامل فهرست رای می دهد از لحاظ شمارش نیز آسان است یعنی نامزد با بیشترین آرا برنده میدان است برگ های رای دهی کمتری به مصرف می رسد البته این نقایصی هم داره مفیداتی هم داره به ممالک مثل ما واری که در ابتدای انتخابات هستیم این میر قانون ها لازم دانستن و ما هم مجبور به تطبیق ازی بودیم اما اکنون برگزیدن سیستم انتخاباتی اکثریتی برای افغانستان با انتقادهای هم همراه است برخی میگویند قانون اساسی کشور که نظام رأی غیر قابل بازگشت را پذیرفته بر بنیاد مسلحت ها بوده است من نیاز میبینم که این سیستم باید تغییر کنه و بالاخره یک سیستم ایجاد شود که زمینی برای فراهم برای تقویت حزب سیاسی برای نقش حزب سیاسی در 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 نظام‌های سیاسی و بالاخره در پروسه سیاسی در کشور مثل افغانستان نظام انتخاباتی رای غیر قابل بازگشت مصوبه سال 1392 خورشیدی این نواقص را هم دارد آگاهان میگویند تشویق نامزدان به گرایش‌های غیر ملی تضعیف مشروعیت مجلس نمایندگان ورود افراد ضعیف و فاقد صلاحیت لازم, لازم، سی و تضعیف زمینه‌های لازم توسعه و رشد احزاب سیاسی د بهترین نظام د انتخاباتی په نظر کېنیول سویدل د باندې ډیر بحثونه په وخت و زمان کې همدارنګ و چې وسې چې منګورو ترڅو چې احزاب قوي ونه لرو ترڅو چې دوه درې حزب قوي سرتأثیر ونه لرو په دغه شرایطو کې د احزاب په نه موجودت کې بهترین نظام د په نظر کېنیول سویدل پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال 2004 میلادی برای انتخابات مجلس نمایندگان کشور نظام انتخاباتی تناسبی بود اما این پیشنهاد سوی رئیس جمهور و اش پذیرفته نشد رئیس جمهور کرزی با گروه مشورتی خود قانون انتخابات سال 2004 میلادی را نظام رای واحد غیر قابل انتقال یا SNTV تعیین کرد با برگزاری انتخابات 16 حمل این پنجمین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است که افغانستان با همین نظام تجربه می کند اما اکنون بسیاری از آگاهان بر تغییر نظام انتخاباتی کشور تاکید می کنند آنان می گویند نظام انتخاباتی افغانستان باید در انتخابات های بعدی از اکثریتی به نظام انتخاباتی تناسبی تغییر یابد تا باشد زمینه رشد عذاب سیاسی در کشور فراهم شود با هم خوش آمدن آقای محجور... سیستم انتخاباتی افغانستان را شما متناسب به شرایطی که در اجتماع داریم چگونه ارزیابی میکنین؟ بنا به خدا سیستم انتخاباتی افغانستان ما فکر میکنم ار سیستم انتخاباتی در خدمت او او شکل از نظام سیاسی را که ما می خواهیم در یک مملکت داشته باشیم به اساس از اون فکر میکنم زیادتر عیار میشه افغانستان با داشتن یک نظام ریاستی سیستم انتخاباتی که انتخابات بر انتخابات برگزیدن رئیس جمهور انتخاب شده مناسب است مشکل اساسی در افغانستان در دیگه چه نهفته است اصل بنیاد هر انتخابات را و تمثیل ارادی مردم را که در ساختار نظام سیاسی و شکل قدرت تمثیل میشه مسئله خود نفوس مملکت است متاسفانه ما در افغانستان تا هنوز نفوس شماری دقیق صورت نگرفته و مشکل اساسی را همینجا ایجاد میشه من نظام سیستم انتخاباتی و قانون انتخابات افغانستان دقیقا مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که در زی بعضی مشکلات اساسی در درون نگاه تخنیکی هم وجود داره که هم که میشه روش بحث کنیم یکی موضوعی بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که وظایف و مسئولیت از اینا به صورت دقیق در اینجا پیشبینی نشده و در صورت که در صورت اعلان نتایج با وجودی که رسیدگی به شکایت از وظایف کمیسیون شکایت است مگر اعلان نتایج توسط کمیسیون انتخابات میشه در یه چند نقطه مهم مورد ارجابی باید قرار بگیره اولی که آیا کمیسیون شکایت صلاحیت قضایی داره یا تنها رسیدگی بر چیز ما دوباره برمیگردیم بر خود سیستم نظام عدلی افغانستان که در اوج ما دو بخش داریم یک بخش محاکم مدنی داریم یک بخش محاکم جزایی داریم که در سایر کشورها ما بخش را رام داریم که مسائل مسائل بخش اداری را که انتخابات دهو شامل میشه مورد ارزیابی و بررسی و تصمیم گیری قرار میدن در اینجا یک مشکلی که با وجود می آید زمانی که یک حزب سیاسی یک شهروند و یک گروه سیاسی که در مقابل خود کمیسیون شکایات یا خود دولت اگر ایراد داشته باشه شکایت داشته در دا اون کی را رسیدگی میکنه. یک نقطه ای دومی که خود مشکل در بین کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات که در صورت که نتایج را با وجود که کمیسیون شکایات بررسی میکنه مگر کمیسیون انتخابات حرف نهایی را داره یک نقطه در اینجا نقطه دوم در یعنی فکر میکنین اینجا یک گونه تداخل کاری و عدم روشن بودن صلاحیت ها به وجود آمده یکی مسئله تداخل کاری دومی که در یک قسمتی از مسائل انتخابات در بخش مربوط میشه در بخش قضایی کدام محکمه با صلاحیت است آیا خود کمیسیون شکایات صلاحیت یک محکمه را داره یا اینکه فقط رسیدگی بر شکایات را به خصوص ما گفتم زمانی که اختلاف نظر پیدا میشه و یا اینکه ادعات در مقابل خود کمیسیون و ادارات دولتی اگه صورت میگیره بین شهروند و دولت بین حزب سیاسی و دولت کی فیصله میکنه باید قوی قضایی مستقل باشه در این صورت به ای رسیدگی بکنه. نقطه دوم است که در مسائل مسئله خود نفوس افغانستان است ما مثلا به خصوص در خود انتخابات رئیس جمهور نیست در بخش شورای ولایتی که فعلا انتخابات امروز جریان داره یا یک مشکل دیگر ایجاد میکنه مثلا میگن که اگر از یک تا 500 هزار نفوس باشه نو کرسی است از 500 هزار بالاتر تا یک میلیون فکر کنم پانزده کرسی است همینطور تا چهار میلیون نفر نفوس که وجود داره ما فرض کنیم که یک ولایت 500 هزار و دوصد نفر اگر نفوس داشته باشه آیا ای چطور ممکن است عادلانه است که شش عضو شش کرسی را دست بده به خاطر در حالی که هر کرسی معادل 55 هزار نفر است یک مشکل دیگه هم در اینجا پیدا میشه که چطور ما میتونیم تمثیل به صورت دقیق صورت بگیره نقطه سوم است که اگر انتخابات بر اساس نمایندگی متناسب میشه در دنیا قبلا در راپورتاجتان پخش شد لازم نیست ما دوباره تکرار کنم که سیستم های است که به با طور اکثریت است و نمایندگی متناسب است و سیستم های مختلط است و من فکر می کنم با جامعه افغانستان که مشکل اقتصادی داره از این انتخابات را جامعه بین المللی پرداخته به ارزش 135 میلیون دلار و انتخابات در شرایط امنیتی نامناسب تا استقرار به وجود بیاد دولت باثبات به وجود بیاد بسیار مشکل است و تمام اراده مردم در نظام و نهادهای سیاسی و تصمیم گیرنده نظام تمثیل شود انتخابات در ذات خودش هم یک وسیله برای باستاب دادن اراده مردم است سپاسگزارم سپاسگزارم آقای دکتر احمد سیر محجور از معلومات های مفیدی که در رابطه با نظام انتخاباتی افغانستان دادن امیدوارم روشنی خوبی بوده باشه برای بیننده های ما و پس از یک وقفه کوتاه با مهمان دیگر در این برنامه با ما باشید سری رحمت برمک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات همین لحظه پس از اینکه انگشتشان را به علامت رایدهی رنگ کردن در سیدی تشریف آوردن خوش آمدین آقای برمک رنگ اصل است؟ بسیار خوب چطور آغاز کردین امروز پروسه رایدهی را و چگونه ارزیابی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام بر بینیدگان تلویزیون یک که امیل ما را تماشا میکنن ما دیگه از آغازین اولین رایدنده های افغانستان بودیم که رفتیم به طرف صندوق های رای و رای خود را به مکاندید موضوع نظر خود استعمال کردیم و آغاز کردیم پروزر پروزر افتتا کردیم و آغاز کردیم با جمعی از کمیشنران کمیسون مستقل انتخابات در لیسه حبیبی کابل که یک روز بسیار بسیار خوش یک روز با یک احساسات بسیار کلان اصلا نمی قدرت خودم خواستم امروز استفاده, استفاده بکنم خواستم که ببینم که من چقدر قدرت دارم شما خوب بدون هم قدرت زیاد داشتن که یک البته خیلی <تصفح> خوب آقای برمک پروسه رایدهی همزمان در سراسر سر افغانستان آغاز شد آخرین گزارشات و اطلاعات شما چی است خب بعضی گزارشات در اول صبح برای ما رسیدن که یک تعداد مردم البته من زنگ زدم به جنرس ها مراجعه کردن که بعضی مراکز ما کمی ناوختر باز شده چون ما هفت صبح روز ساعت رایدهی را اعلان کرده بودیم بعدا که چک کردیم یک سر مشکلاتی بوده که همکارای ما تا که مانگی کردن با نیروهای امنیتی و کار تنظیم کردن یک بیزدقه نیم ساعت وقت گرفته بوده که ما بیشتر سوالات داریم که در دا مدرش شد تعداد مراکزی که با 20 دقیقه 15 دقیقه تخیر آغاز شدن پروسه رایدهی در اونجا چه تعداد هستند؟ شمارشان زیاد بود یا کم؟ خب طبعا جمعیت مراجع شده که امون وقتی که مردم مراجع میکنه در وازا بسته میباشه باز سوالا مطرح میشه بله بیشتر هم یکی از شهروندهای کابل زنگ زده بودن که در لیسه لامه شهید واقع مکرویان ها اینجا هنوز مرکز رایدهی باز نشده و گفتن شمار مردم هم نام خدا خیلی زیاد است خب دو, دو مشکل داشت که مشکل جوی بود که باران بسیار شدید و دومی که مهمانگی لازم باید بین مراکز ما کارمندای ما و نیروهای امنیتی باید عاجل صورت می گرفت که خوشبختانه جون نیروهای امنیتی ما شب و روز تلاش کردند که امنیت مراکز ما را بگیرن اونا هم تا, تا شناسایی کارمندای ما زمانگیر بوده که تا اونا را شناسایی بکنند با اجازه بتن با داخل مراکز که خودش یک کم تاخیر آورده در رو را ام که ما تعیین کرده بودیم اما تا فضل خدا ساتی که ما آمدیم حالا دیگه تمام مراکز در سر تا سفوانستان باز است در تمام بلایت و هر مشکل هر, هر, حالتی را که مردم افغانستان میبینند ما تلفن ما کمیسیون مستقل انتخابات شماره 190 در اختیارشان است میتونن به جانی زنگ بزنن و هر مشکلی که داشتن ان ما با تمام مشکلشان رسیدگی خواهیم کرد بله چیزی را که آقای برمک شما اشاره کردین موضوع تدابیر امنیتی شدید بود که در این روز گرفته شده بود و بدون شک در شهر ما مشاهده کردیم اما شماری از مردم شکایت دارند که روند تدابیر امنیتی شدیدی را که گرفتن مردم را به بسیار مشکل مواجه کرده و رفت و آمد در شهر کابل به گونه با دشواری مواجه شده فکر نمی کنین که تاثیر بگذاره روی مراجعه مردم به خاطر رای دادن در مراکز رایدهی و محلات رایدهی یا خیر خب یک کم تکلیف است جنجال است اما باید در پلیس سهولت هم است که مردم باز به خاطر آرام به خاطر راحت میتونن بس پای صندوق های رای برن و با, با مکاندید مراد نظر خدا رای خدا استعمال بکنن ما شما میفهمین که دشمن های افغانستان دشمن های مردم افغانستان در مجموع دشمن های دولت افغانستان دشمن هستند هستن که اصلا همه چی غافل گیرانه میان عمل میکنن بنان در در روزهایی که گذشت ما تشکری میکنیم از رسانه های افغانستان که امو را که نسبت به های افغانستان داشتن به تعهدات پابند بودن حداقل امو امنیت روانی روحی مردم نه نخواستن مختل بسازن این خودش یک دستاورد بسیار کلان است برای روند انتخابات برای پروسه انتخابات که امروز مردم به خاطر آرام میرن به طرف صندوق های رای اگه هر روز گزار... مطبوعات ما از انتحار انفجار گزارش میدادن امروز این شور شوقی که ما در آغازین روز داشتیم <تصفح> ایران ما نداشتیم امروز خوشبختانه که میله لحظات داره که من از لیسیا بی به طرف تلویزیون یک می دیدم که نام خدا در تمام مراکز حتی لیسی استقلال دمی باران مردم صف وسته بودن و اونجا انتظار زیر داشتن که برن رای خدا استعمال بکنن بله اگر همکاران تخنیکیم تماس تلفنی ما را با ولی آریان همکارم در ننگرهار تانسته باشند برقرار بکنند میخوایم که صدایشان را و گزارششان را یک جا با آقای برمک بشنویم که یک گزارش برای آقای برمک هم باشه از ولایت ننگرهار و تازه ترین گزارش که با شما هم کمک کننده باشه <تصفح> ولی آریان در خط است ولی سلام صدای ما اگر میشنویم میخوایم بپرسم که مراجعی مردم در مراکز رایدهی در ولایت ننگرهار جایی که شما هستین چی بوده؟ میکنم که تلفنشان قطع شد اجازه بدین که بپرسم از ولایات تا به حال چی گزارش هایی دارن آیا مشکلی در اونجا تا به حال از اونجا بر شما گزارش شده یا خیر ما خود اصلا تا نوقت های شب تا تا اصلا تا دوازده شب خودم من خود من شخص خودم با اکثر اکثر همکارای ولایتی ما در ارتباط بودم و همشان از آمادگی های آمتام از تامین امنیت خوب امکاری نزدیک با نیروهای امنیتی صحبت داشتن و تا پایانش شب امروز شب گذشته ما هم تدارکات را که لازم بود و انتقالاتی که ضرورت داشتیم به محلات و مراکز ما او فضل, او خدا تکمیل شد و همین که ما خاطر ما جمع شد که تمام مواد اساس ما تمام مواد اساس ما غیر اساس و تحصیلات تخنیکی را که ما در روز انتخابات تعهد کرده بودیم و عده کرده بودیم به مردم افغانستان که ما آماده می سازیم او را ما را مطمئن ساختن هم کارای ولایتی ما در سطح ولایت که سر تمام انتقالات صورت گرفته ولی دوباره هم روی خط است امیدوارم این بار تماس تلفنیشان قطع نشه ولی صدای ما اگر مشنای میخوایم که در مورد وضعیت انتخابات در ولایت ننگرهار و جایی که شما هستین چگونگی حضور و مراجع مردم را به مراکز و سایت های رایدهی بفهمم باز هم نتونستیم به دلیل مشکل تکنیکی با ولی آریان تماس ما را برقرار کنیم امیدوار هستم در ادامه برنامه بتانیم با ولی آریان از ولایت ننگرهار صحبت داشته باشیم و آقای برمک شما گفتین که مواد حساس تا دیشب هم در حالت انتقال بود یعنی مطمئنا که هیچ جای افغانستان محروم از داشتن مواد مهم و لازم انتخاباتی نیست امروز نه خیلی به اون پلان عملیاتی را که ما داشتیم ما از دورترین از دور دستترین نقطه آغاز کرده بودیم ما از داخل شهرها انتقال مواد شروع نکرده بودیم ما تقریبا یک ماه پیشتر از از تقریبا 15 روز پیشتر باشین پلان کردن ایره و چون مواد اساس شما بود که میفهمین اساس بود برای ما و حالا اساس است تا اینکه مواد اساس در مورد دسبرد یک یک سر و اینا قرار نگیره ما اینا را بدون از اینکه مطبات خبر بکنیم بدون از اینکه ما ای را مطباتی بسازیم در مطابق اون پلان عملیاتی که کمیسیون مستقل انتخابات داشت ما اون انتقالات شروع کردیم البته از نقاط بسیار دوردست آمدیم به شهرها صرف در سطح نواحی ما همکارای ما در سطح ولایات در سطح شهر کابل دیروز در سطح نوایی تمام مواد تا پایان شب شب گذشته تمام مواد در،, در محلات و مراکز ما جای بجای کردن و در پالی از او هم در صورتی که تراکم تعداد مو رایدهندگان در, 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 امروز زیاد شود و, و کسرتشان زیاد باشه کمیسیون مستقیم انتخابات در تمام ولایات در تمام شهرها ما آمادگی داریم حداقل اون را برگاه های احتیاطی را که ما در گدام های خود ذخیره داریم ما اندل موقع به تمام مراکز خواهد فرستادیم و مردم ما ان از رای از رای دادن باز نخواهد ماندن بله برمک صاحب چیزی را که ما دنبالش بودیم که آمار تخمینی کسان را که ثبت نام کرده بودند به خاطر انتخابات و آمار را که شما به صورت تخمینی فکر میکنین که تعداد مردم رای بتن چقدر هست امروز چه قدر از مردم افغانستان رای خواهند داد؟ خب دو دو بحث است. یک بحثی است که ما چه تعداد کسا چه تعداد از واجدین شرایط آمدن کارت رای دهی بد دست در امی دورای گذشته و تا حالا و چه تعداد شهروندای ما واجد شرایط هستند در بود از اینکه ما چقدر کارت توزیع کردیم که او هم میتونه شما شاید سوال کنین که چرا اینا شما چرا کارت توزیع کردین در در دو انتخابات گذشته تو این انتخابات سوم است انتخابات سوم ریاست جمهوری است که ما تقریبا بیشتر از 20 میلیون کار توزیع کردیم کمیسیون مستقل انتخابات البته در این 5 6 ماه گذشته در مرحله ثبت نام ما تقریبا تا فل حالا که سه روز پیش از انتخابات بسته شد و تقریبا نزدیک به 4 میلیون ما ثبت نام شونده داشتیم در مجموع کسایی که کارت گرفتن جمعی 4 میلیون 10 میلیون هم در گذشته و بیشتر از 20 میلیون 20 میلیون از مو شهروندای ما کارت گرفتن از کمیسیون مستقل انتخابات که عوامل مختلف داشته یا عامل یک کس رفته دو بار سه بار کارت گرفته یک کس رفته کوچ کرده از یک ولایت به ولایت دیگه یا یک شهروند ما کارت خود گم کرده یا شهروندای بوده که از از بیرون به داخل افغانستان ما آمدن و اینجا دوباره مسکن گزین شدن اینا کار گرفتن این سه چهار فاکتور عامل مختلف بوده که بالاخره ما امروز به رقم 20 میلیونی یا بیشتر از 20 میلیون رسیدیم اما در کل تعداد های واجد شرایط نظر به مسایه که ما از سایه مرکزی به دست آوردیم 12 بالاتر از 12 میلیون نفوس ما واجد شرایط داریم در, در, در افغانستان و ما کمیسیون مستقل انتخابات بالاتر از این آمادگی خود گرفته تقریبا ما برگاه رایدهی احتیاطی را که امراش داریم تقریبا ما در, در کل افغانستان در بیشتر از 21 هزار محل را که ما فعلا باز داریم امروز 12 میلیون برگه رایدهی توضیح شده در بین این مراکز اما دو یا پنج میلیون دیگه رای احتیاطی است که ما در تمام ولایت تقسیم کردیم و در اختیار دفاتر مرکزی ولایتی ما هستند و در صورت ضرورت دونا کمیسون وقتی که برشان اجازه را دستور دا داد اونا باز میرن محل اجاد میکنن و با مو, مو دمو محله که اونجا بیشتری نفوذ یا تراکه مردم وجود داشته باشد آقای برمک شما پیشتر گفتن که های احتیاطی رایدهی هم وجود دارن اگر مراجع مردم بیشتر باشه در مورد زمان هم قابل تمدید هست اگر مراجع مردم زیاد شوه؟ دقیقا ما کل روزه انشالله بعد از ما ازی مسابقه که با ما رفته ما در خود تمام اعضای کمیسون در یک اتاق مخصوص ما کل ما اونجا تا پایان روز خود بودیم البته هدف از یک جا بودن کمیسون تصمیم گیری در موقعش است اما به واجل رسیدگی بعد به شکایات و تقاضاهایی که ما از دفاتر ولایتی خود به دست میاریم که خوشبختانه ما تمام مواد را که داریم او در 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 های ما اونجا موجود است و مجرتی که مردم مراجعشان زیاد شد و ما مواد در اونجا داشته باشیم طبعا کمیسون نه تنها در قسمت مواد آمادگی داره در قسمت از تمدید وقت هم ما ان دستور خود دادیم که در ولایتی که اونجا در محلات مراکزی که مراجع مردم البته بیشتر باشه یک ساعت نیم ساعت دو ساعت این سالات کمیسیون است که انشالله کسی از رای باز نخواهد ماند سپاسگزارم آقای سری رحمت برمک عضو کمیسیون مستقل انتخابات از اینکه حضور یافتن در اولین ساعت پس از رای دادن در برنامه ما امیدوار هستم در طول روز هم امروز اواخر روز خبرهای خوش بر ما داشته باشند باز هم با ما باشند و سپاسگزارم از شما هم ادامه برنامه های ویژه ما را با همکارانم و بحث های متفاوت دیگر دنبال کنید